بسم الله الرحمن الرحیم. الهی پیوسته دلم دم از رضای تو زند، الهی پیوسته دلم دم از رضای تو زند، جان در تن من اما نفس برای تو زند، گر بر سر خاک من گیاهی روید از هر برگش بوی وفای تو زند. من دمی بی تو قرار نتوانم کرد، من دمی بی تو قرار نتوانم کرد، احسان تو را شمار نتوانم کرد. گر بر تن من، گر بر تن من زبانی شود هر مویی، یک شکر تو از هزار نتوانم کرد. و سلام و درود خدا بر نبی مطهر رسول الله صلی الله علیه و سلم که با نور کلام خیش و با حسن رفتار خیش جهانیان را مجذوب خیش کرد و درس انسانیت را برای بشریت تعلیم داد. و سلام و درود خدا بر اصحاب و یاران با وفایش باد که در رساندن دین، در پخش و نشر دین سعی و تلاش بلیغی از خیش به خرج دادن. عرض سلام و مهر و ارادت و محبت دارم خدمت یک و یک شما بینندگان عزیز، ارجمند، علاقمندان برنامه زیبایی در مکتب قرآن. امید است در هر جای هستید جو صحتمند باشید و بیننده برنامه خودتان، یعنی برنامه زیبایی در مکتب قرآن باشید. به راستی که آیات قرآن عظیموشن، آیات گوهربار قرآن عظیموشن مشام جان انسان تازه میکنه و قرآن به مانند شیشه عطری است که هر وقت سرش را باز بکنی عطر آگین و همو بوی خوشش به مشام هر انسان میرسه. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که انسان بجز از قرآن عظیموشن دیگه وسیله پیدا نمیکنه که به خدای رحمان تقرب بجویه، که همانا بهترین وسیله برای تقرب به خدای رحمان همانا قرآن عظیموشنه. و قرآن انسان تلاوت بکنه که اصحاب نازنین رسول الله صلی الله علیه و سلم تلاوت می نمودن. یکی از بزرگان دین از سر شام تا به صبح آیه میخوان که وامتاز الیوم ایها المجرمون، امروز جدا شوید ای گناهکاران از صف نیکوکاران، تا به صبح آیه تلاوت میکرد و تا به صبح گریه میکرد. رسول الله صلی الله علیه و سلم یک شب تا به صبح آیه این تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم ای آیه تلاوت میکردن که یا الله اگر تو عذاب بدی اینا بندگان تو ان و اگر تو ببخشی به راستی که تو آگاه، عزیز و غالب هستی. و رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که قرآن عظیموشن را تلاوت میکردن با یک صدای بسیار خوش و با یک الهان بسیار زیبای قرآن عظیموشن را تلاوت مینمودن، که همانا ابو هریره رضی الله تعالی عنه از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت میکنه که رسول الله صلی الله علیه و سلم ارشاد میفرمایند که آنقدر که الله جل جلاله با آواز و صدای پیغمبری که قرآن را با صدای زیبا و با صدای خوش قرآن را تلاوت میکنه، آنقدر که الله به صدای زیبای پیغمبر توجه میکنه به هیچ چیزی دیگه توجه نمیکنه. مراد از صدای زیبای پیامبران و توجه الله متعال اینه که پیامبرا وقت قرآن عظیموشن را تلاوت میکردن کل مو آداب را رعایت میکردن. چه خوبه که ما و شما هم وقت قرآن عظیموشن را تلاوت میکنیم با عشق، با محبت آنگونه تلاوت بکنیم که خدای رحمان همین لحظه صدای ما میشنوه. اکرمه بن ابوالحکم ابن هشام که فرزند ابو جهل باشه، یکی از صحابه های نازنین رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه وقتی که قرآن عظیموشن برمیداشت فریاد میزد که هذا کلام ربی، هذا کلام ربی، این کلام ربی منه، این کلام ربی نه، بیهوش به زمین میافتاد و بعد بلند میشد. وقتی بیهوش میماد با عشق و با محبت قرآن عظیموشن تلاوت میکرد.
در آغاز برنامه از شما دعوت میکنم که چند دقیقه با آیات قرآن عظیم شان گوش فرا بدهید، به خاطر بابرکت شدن برنامه انشاءالله تا آخرین دقایق ما همراهی نمایید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع قسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن
فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. فسبح باسم ربك العظيم. بله بینندگان عزیز و ارجمند، خدا کنه که خسته نشده باشید و تا این لحظه بیننده برنامه زیبای در مکتب قرآن باشید. بزرگان میفهمن اگر کسی طالب عزت و احترام است، یعنی میخواهد که در جامعه به یک مقام و منصب خوب و عالی برسه، و این بدانه که قرآن عظیم و شان، قرآن مجید بهترین وسیله برای رفع درجات در دنیا و آخرته. اگر یک کس زاهده و همیشه عبادت گذار الله متعال و میخواهه که بیشتر تقرب بجوه به ذات عالی الله جل جلاله، این بدانه که قرآن عظیم و شان و تلاوت قرآن عظیم و شان بهترین درجات در نزد خدای رحمان او انسان تلاوت کننده کسب میکنه. و زیادتر انسان ها میبینیم که برای صحتمندی خود و در قسمت بهداشت زیاد کوشش میکنن که مریض نشن، به ویروس های گوناگون دوچار نشن و از مریضی هایی که ناعلاج هسته یا علاج داره کوشش میکنن خود در امان نگه بدارن. ایر بدانن که قرآن عظیم و شان و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین، قرآن شفای برای مؤمنان. و همچنین ایر بدانن که باز رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن که سوره فاتحه همانا در سوره فاتحه شفا نفته، و کسی که سوره فاتحه تلاوت میکنه خالی از شفا و رحمت نیست. و کوشش بکنین که هر لحظه امو دردهای درونی و همچنین دردهایی که ظاهریه کوشش بکنین با آیات قرآن مداوا کنین و تسکین ببخشیم. عزیزان دل، گزارشی هم از دارالحفاظ تقدیم شما خوبان میکنیم. امیده که از این گزارش قرآنی لذت ببرید. تا آخرین دقایق دنبال کننده برنامه در مکتب قرآن باشید. فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضيل أنت عند الحاضري أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. حب خير رسل ربي من به أبصرت دربي يا شفيعي يا رسول الله أيها المختار فينا زادنا الحب حنينا جئتنا بالخير دينا
يا ختام المرسلين يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. بنام خداوند بخشاینده و مهربان. قاری زکریا جامی هستم، یک تن از شاگردان دارالفاظ حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الف ويسر لنا المطار، تحيي لنا الزرع والثمار، هذه عبيدك بها الضرر،
نروح معك يا مبتدي النعم. الحمد لك يا إلهنا، رحمت خلقك من العناء، وسقيت أرضك لفقرنا، أنت الغني واسع الكرم. فضلك يا سائق المطار، تحمد يا سائق المطار، بالاسم باللوح بالكتاب، سايق المطار، أحمد يا سايق المطار. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز. قاری سلیمان ساجد هستم، یکی از خادمین به قرآن کریم. خداوند را سپاسگزارم که به ما توفیق داد تا که به قرآن کریم خدمت نمایی. تشکری می نماییم از همه کارمندان شبکه نگین الغیاث که به این مرکز تشریف آوردن. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. باز هم سلام مجدد داریم به خدمت او عزیزانی که همین اکنون بیننده برنامه زیبای در مکتب قرآن هستند. روزی رسول الله صلی الله علیه و سلم در میان اصحاب خود نشسته بودند و بعد فرمودند که
کدام یک از شما دوست داره که به بازار قطعان بره و یک ماده شطوری بگیره و با خود بیاوره در